هفته کارگر به جای روز کارگر به منظور بی محتوا کردن روز جهانی کارگر. اول ماه مه روز جهانی کارگران نزدیک می شود. فعالین کارگری دستن در کار تدارک برگزاری مراسم این روز هستند. طی سالهای حاکمیت جمهوری اسلامی و در دوران حکومت پهلوی نیز تلاش برای به رسمیت شناخته شدن اول مه به عنوان روز کارگر و تعطیل بودن رسمی این روز همواره یکی از عرصه‌های مبارزه طبقه کارگر بر علیه دولت و سرمایه‌داران بوده است. پس از سالها مقاومت، سرانجام رژیم اسلامی روز 11 اردیبهشت را به عنوان روز کارگر در ایران به رسمیت شناخت. با به رسمیت شناختن این روز، تلاش برای تعطیل کردن کار و اعلام این روز به عنوان تعطیل رسمی آغاز شد. مبارزات کارگران رژیم را گام به گام تا آنجا عقب راند که تعطیلی این روز را هم پذیرفت. گام بعدی رسمیت شناختن حق کارگران در برگزاری مراسم مستقل خود در این روز بود. تلاش کارگران پیشرو برای به نتیجه رساندن نبرد در این عرصه با مبارزه برای برگزاری مراسم مستقل کارگری تا به امروز ادامه دارد. برگزاری مراسم مستقل در روز جهانی کارگر آن مناسبتی است که رژیم جمهوری اسلامی سالهاست با آن سر سازش ندارد و با سرسختی تمام کارگران پیشرو را به خاطر تلاش برای برگزاری آن دستگیر، زندانی و شکنجه می کند. رژیم ضد کارگر جمهوری اسلامی در این راه تا اعدام جمال چراغ ویسی و عبدالله بیوسه کارگران پیشرو مبارز پیش رفت. اما چند سالی است به تجربه دریافته است که به عنوان یک واقعیت چاره جز پذیرش آن ندارد و از این رو در کنار ادامه روش‌های سرکوبگرانه تاکنونی دستن در کار مصادره روز جهانی کارگر شده است. رژیم برای آنکه بتواند تماماً مراسم و گرد همایی‌های این روز را از محتوای کارگری و طبقاتی خالی کند، در یک تلاش فریبکارانه به جای روز کارگر هفته کارگر را تعیین کرده است. مطابق این هیله‌گری هفته کارگر هر سال از یک هفته قبل از روز اول ماه مه روز جهانی کارگر آغاز می شود و به این روز ختم می گردد. در تمام طول 6 روز از طریق ابزارهای دولتی برای برگزاری مراسم مطلوب رژیم و کارفرمایان زمین چینی می شود تا در روز هفتم دیگر هیچ نشانی از مبارزه جویی، از اعتراض و از ترقی خواهی در مراسمی که برگزار می شود بر جای نمانده باشد. خانه کارگر جمهور اسلامی در سالهای اخیر مسئولی پیش برد این سناریو بوده است. خانه کارگر به عنوان مجری این پروژه هر سال یک هفته زودتر به استقبال این روز می رود. برای هر کدام از روزهای این هفته نامی تعیین شده است که نشان می دهد اقداماتی که در آن روز انجام می شوند بایستی از چه نوعی باشند. روز اول روز تجدید پیمان با آرمانهای خمینی نامگذاری شده است. برنامه اصلی این روز در تهران حضور کارگران بر سر قبر خمینی و در شهرستانها دیدار با امامان جمعه خواهد بود. روز دوم روز کارگران و تأمین اجتماعی نامگذاری شده است. در این روز از به اصطلاح خدماتی که از فاسدترین سازمان‌های دولتی تقدیم می‌شود. سومین روز این نمایش‌های ضد کارگری را روز کارگران جوان و امنیت شغلی نامیدند. این روز در واقع خدمت به قانون کار دستپخت رژیم است. در این روز نمایندگان کارگران و کارفرمایان اجتماع مشترک برگزار می‌کنند و هر دو طرف تعهد خود را به احترام قانون کار ضد کارگری رژیم مورد تاکید قرار می‌دهند و به این مناسبت نشان خدمت به کارگران و کارفرمایان نمونه داده می‌شود. چهارمین روز را روز کارگران پیشکسوت نامگذاری کردند. نمونه پیشکسوتان مورد نظر خانه کارگر هم حسن صادقی زبانبر است که یکی از خدمات ضد کارگری وی به رژیم در پرونده وی تیغ گذاشتن بر زبان منصور اوسانلو است. پنجمین روز این نمایش را روز کارگران زن نامیدند. روز جهانی کارگر
که نماد همبستگی طبقه کارگر مستقل از رنگ و جنس و نژاد و ملیت است، در پروژه روز کارگر جمهوری اسلامی به ابزار تفرقه تبدیل می شود. محتوای برنامه های این روز را هم دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری که از جمله ضد زن ترین مراکز رژیم است تعیین می کند. ششمین روز این نمایش ضد کارگری را به عنوان کارگران، ولایت و اقتصاد مقاومتی نامگذاری کردند. شماری از حقوق بگیران تایید شده وزارت اطلاعات در شوراهای اسلامی را در این روز به دیدار خامنه ای خواهند برد. یکی از این روزهای هفته که مصادف با روز جمعه باشد به عنوان روز کارگران و معنویت نامگذاری شده است. در این روز کارگران دست جمعی در نماز جمعه در تهران و شهرستان‌ها شرکت می‌کنند. پس از این مقدمه چینی‌های شش روزه است که به روز جهانی کارگر می‌رسیم. در این روز هم مطابق این برنامه نمایندگان خانه کارگر و مقامات دولتی از قبیل فرمانداران و نمایندگان محلی مجلس اسلامی سخنرانی خواهند کرد. در پایان مراسم این روز مطابق برنامه از قبل تعیین شده کارگران به دیدار خانواده کشته شدگان و معلولین جنگ می روند. در برابر این خیمه شب‌بازی مسخره است که کارگران پیشرو علی‌رغم فشارها و تهدیدات هر ساله دست‌اندرکار برپای مراسم مستقل خود می شوند و در این راه خطر دستگیر و زندانی شدن را هم به جان می خرند. روز اول ماه مه روز جشن جهانی طبقه کارگر است. تحصیل شدن رسمی همه کارگاه ها و کارخانه ها و برپای جشن و مراسم این روز مستقل از دخالت ارگان های دولتی حق اولیه و انسانی کارگران است. مراسم فرمایشی و ضد کارگری دولتی ظرفی نیست که در آن کارگران بتوانند خواست‌ها و شعارهای خود را بیان کنند. مراسم دولتی نه تنها کمکی به همبستگی کارگران که در این روز تجلی جهانی می‌یابد نخواهد کرد، بلکه خود به عامل تفرقه تبدیل خواهد شد. روز اول ماه مه، روز کارگر، در جشن‌ها و اجتماعات هم صدا با همه کارگران جهان پیمان خود را برای بنیاد نهادن دنیای نو، دنیای فارغ از ستم و سرکوب، دنیای انسان‌های آزاد و برابر و مرفه تجدید می‌کنند. بگذار روز کارگر مردم جهان شاهد آن باشند که کارخانه‌ها و کارگاه‌ها خوابیدند و مراسم این روز جهانی در ایران مستقل از دست‌اندازی نوکران سرمایه‌داری برپا شده است. خودداری از شرکت در مراسم دولتی و تلاش برای برپای هرچه با شکوه‌تر مراسم مستقل کارگری آن خط مشی است که کارگران ایران در روز جهانی خود در پیش خواهند گرفت.